رئیس پویش ملی آگاهی از سرطان در کویت گفته سرطان روده بزرگ یا کولون شایع‌ترین نوع سرطان بین مردان کویتی است. به گزارش الانبا، خالد الصالح افزوده شایع‌ترین انواع سرطان بین مردها در کویت اول سرطان روده بزرگ است و پس از آن سرطان پروستات و سپس ریه قرار دارد. وی ادامه داده در زنان هم سرطان پستان شایع‌ترین سرطان در کویت است و پس از آن سرطان تیروئید و سپس سرطان اندومتر قرار دارد. رسانه‌های پاکستانی گزارش داده‌اند که 6039 زندانی در سراسر این کشور در انتظار اعدام هستند. اکسپرس تریبون روز سه‌شنبه 17 بهمن گزارش داده که پاکستان یکی از بزرگترین محکومان اعدام را در جهان دارد. بیشتر این افراد در ایالت‌های پنجاب و خیبر پختونخوا زندگی هستند. ببخشید زندانی هستند. هرچند آمار تازه‌ای از اجرایی شدن حکم اعدام در پاکستان منتشر نشده است، اما پیش از این سازمان عفو بین‌الملل گزارش داده بود که ایران، پاکستان و عربستان سعودی سه کشوری هستند که بیشترین مجازات اعدام را در سال 2015 اجرا کرده بودند. مؤسسه بین المللی محیط زیست و توسعه میگوید که بررسی های آنان در سالهای 2021 و 2022 نشان داده که فروپاشی اقتصادی در افغانستان سبب شده است که مردان، زنان و کودکان بیجا شده مجبور شوند ساعتهای طولانی تری برای زنده ماندن کار کنند. این مؤسسه که به تازگی نتایج یک تحقیقش را منتشر کرده گفته که در کنار آن زلزله‌های ماه اکتبر 2023 در هرات و اخراج حدود 500,000 مهاجر از پاکستان بین ماه‌های اکتبر تا دسامبر 2023 میلادی به گونه مستقیم بر بیجا شده‌های داخلی در شهرهای مختلف افغانستان تأثیر گذاشته است. و خبری از آفریقا. پس از آنکه رهبر یک فرقه مذهبی در کنیا به پیروانش دستور داد تا برای ورود به بهشت قبل از پایان دنیا خود و فرزندانشان را با گرسنگی بکشند، به قتل 425 نفر از جمله 191 کودک متهم شدند. کالبد شکافی نشان داده که اکثر قربانیان در اثر گرسنگی جان باخته بودند. مکنزی سال گذشته پس از کشف اجساد در جنگل شاکاهولا دستگیر شد. او متهم است که به پیروان کلیسای خود توصیه کرده بود که اگر به خود گرسنگی بدهند موفق به دیدار عیسی مسیح خواهند شد. کمیسیون اروپا روز سه‌شنبه پیشنهادی را برای کاهش 90% انتشار گازهای گلخانه‌ای کشورهای عضو اتحادیه اروپا تا سال 2040 ارائه کرد. این هدف به منظور دستیابی به تعادل بین انتشار گازهای آلاینده و جذب آنها در اتمسفر تا سال 2050 تعیین شده است. افزایش غلظت گازهای گلخانه‌ای در اتمسفر باعث گرم شدن کره زمین و بروز پدیده‌های مخرب اقلیمی مانند خشکسالی، سیل، طوفان و سایر بلایای طبیعی می‌شود. اتحادیه اروپا با هدف خنثی‌سازی کربن تا سال 2050 برنامه‌های مختلفی را در بخش سرمایه‌گذاری بر انرژی‌های تجدیدپذیر، ارتقای بازدهی انرژی و توسعه فناوری‌های جذب و ذخیره کربن راه‌اندازی کرده است. گزارش‌ها از استان بلوچستان پاکستان حاکی است که انفجار بمب در شهر پیشین این استان دست کم 8 کشته بر جای گذاشته است. گفته می شود شمار دیگر هم بر اثر این انفجار زخمی شدند. گزارش ها به نقل از یک مقام محلی حاکی است که در این بمبگذاری دفتر یکی از نامزدهای انتخاباتی هدف قرار گرفته است. انتخابات سراسری پاکستان روز پنجشنبه برگزار می شود.